تقدیم سلام و خسته نباشید، خوش آمده به برنامه آشپزی، به برنامه شیرین آشپزی که امروز ما میخواییم شیرینی آماده بسازیم. ایره من بخاطر از شیرینی گفتم، گرچه میخواییم کمه که شیرینی است. خب امروز ما میخواییم یک شیرینی بسیار خوب آماده بسازیم، یک شیرینی بسیار خوب مزادار فرانسویست که اونا با تورت ماشیم چرقمی آخوان خوب نام داره کنم چیزی از این میگن، ولی ما میگیم که پای لیمو اگر بگذارمش بهتر میشه یا فنیلایی هر کدامش باشه چرا به شکل تورت یا پای خورترک آماده میشه. پس به این خاطر خمیریش هم خودم آماده میسازیم و این هم مواد لازم میشه. مسکه، آرد ترمیده، تخم مرغ، شیر، کانفلاور، بوره و لیمو. خب این بود مواد لازمشون به شکلی که آماده میسازیم، یک شکل بسیار مقبول و خوبی میداشته باشه. آماده ساختنش هم آسان و هم ما میتونیم با یک ذائقه تو خوب و مزه‌دار آمادهش کنیم. پس شروع میکنیم به آماده ساختنش. با آماده ساختن ازی اول خمیر زوری آماده میسازیم. پیش از اینکه خمیرش آماده بسازیم ما باید چی کنیم؟ دو صد و سی درجه سانتیگراد باید روشن کنیم تا خوب داغ شوه. داشم داشت بیکوس که هم از خوردم کلانش میتونیم استفاده کنیم. بعضی لوازم دیگه داره که شما میتونید با خوبی و با شکل متو درستش در آشپزخانه استفاده کنید. خب مثل همیش یک اندازه آرد که ضرورت داریم این قسمت میگذاریم و تخم مرغ هست، سفیدی هم زردی، یعنی سردی زیر ما ضرورت نداریم، سفیدیش ضرورت نداریم. برای چی؟ برای خمیرش سفیدی اضافه نمیکنیم. مسکه ضرورت داریم، به اندازه مسکه را داخلش اضافه میکنیم. زردی تناس زردی تخم مرغ اضافه میکنیم. این هم تناس زردی تخم مرغ. بس کافیست و این سفیدی ها بعدن به درد ما میخوره. بعدن ما همراه با این سفیدی یک کف جور میکنیم برای خود تا بتانیم شینی که آماده ساختیم تزینش کنیم، به خاطر او بعدن ضرورت میشه، ولی برای فعلا این قسمت نگاش میکنیم تا نوبتش برسه. خب نوبت عزیز که خمیرش آماده بسازیم و باید که خوب باید خمیر همراه با خوب هم رو بر وسیله خواسته باشه میشه، ولی یه چیز که ضرورت داشت اونا رو بردن. خب خیر، کمکی بوره ضرورت داریم، همون خب بوره که این خمیر شیرین بسازه. این هم مسکی که در حرارت آشپزخانه میگذاریمش، وقتی در حرارت آشپزخانه این را بگذاریم میخوره همه تو نرم میسازه که ما میتونیم به خوبی را خمیر کنیم. فقط اول باید که همراه با این مواد خوب مخلوطش کنیم. وقتی که ما بخواییم که خوبتر همراه با مسکه مخلوط کنیم همراه با دست بهتر است. همین خم مخلوطش کردیم، خلاص اینجا یک کمی شیر هست
هم اندازه شیر اضافه میکنیم و بس. خلاص این شد آماده. و حال نوبت میز که بالای میزی را آماده بسازیم. بالای تخته یا میز سنگ هر چیز که باشه ما میتونیم خوبتر و بهتر آمادهش کنیم، چرا که این قسمت براحتی میتونیم خمیره مخلوط کنیم. حالا کمی که آرد دیگه هم اضافه میکنیم میره همه تو مخلوطش میکنیم. یک خمیر بسیار نرم و لطیف بسیار بد است که ما میتونیم از او هر رقم شیرینی که خواسته باشیم آماده بسازیم. همین رقم باید بالا میز خوب مخلوط شه، از قسمت پایین از قسمت بالا، تا بتونیم درست و خوبتر آمدش کنیم. کمک آرد گام سر داریم. خب این رقم باید مخلوط شد. فکر کنم کمک شیریش از پیش ما زیاد شد. حال همین رقم مخلوطش میکنیم تا وقتی که خمیر کمک خدا خوبتر آماده بسازه و به شکل شد که در دست نچسبه. خب تا وقتی که خمیر خوبتر آماده میسید میریم یک وقت پیکوتا و برمیگردیم. با شما هستیم دوستای عزیز. خمیر را در این پارت آماده ساختیم، کاملا آماده شد. البته که قدر زیاد خمیر کار ندارم فعلا. خب با می اندازه خمیر آماده می سازیم. و قالبی که ما ضرورت داریم اینجاست. پیش از اینکه شیرینی رو داخلش آماده بسازیم باید که کمکی چرب شود تا شیرینی که آماده می‌سازیم داخلش نباید بچسبه. همین رقم هر قدر که باشه، یعنی خمیری که باشه ما میتونیم داخل قالب این رقم آمادهش کنیم. خب یه هم خمیر دوم که سه عددش آماده ساختیم.
اینا را همیشه به می اندازه که آماده می سازیم داخل قالب می گذاریم. این بعضی قسمت هاش کمی که اضافه است خمیرش، اونا را ما ضرورت نداریم. وقتی که همه خمیره را داخل قالب آماده ساختیم، بعد از اون اونگه کار ما برش می کنیم. یکم آماده شد. یه تو خوب صحیح برش نمیکنیم، فقط غیر منظم میگیریمش، چرا که وقتی ما ایره ایرخم بگیریم یک شکل خوبی رو برای خود باس میگیره، خصوصا وقتی که پخته میشه. همین رقم خمیر اضافه را بر می داریم از بغلم. و قسمت خوش هم می گیریم. شد تمام. و حال قسمت های زیر یک دو سوراخ میکنیم، بخاطر نمیخوایم که اینا بپنده وقتی هوا داخلش بگیره باز خود بلند میکنه. و حال نوبت داش. داخل داش میمونیم تا پخته شد و این خمیره که اضافه مانده ای را دور نمیکنیم. ما میتونیم بعد از او که آماده ساختیم میتونیم دومش هم آماده ساخت بسازیم، و اگر علاقه داشته شما میتونیم یک پای کلان هم آماده بسازیم. پای یک نمشینی بسیار خوبی هست، شما هر نامه که بلاش میگذاریم میتونه که بگذاریم. خب روخ آماده ساختیم تمام شد و حال نوبت عزیز که موادی که ما میخواییم به داخلش آماده بسازیم. تا وقتی که خمیر داخل داش است آماده میشه، ما این مواد که داخل از این میخواییم که پر کنیم باید تیر آماده بسازیم. آماده ساختن از این هم قدر وقت زیادی رو در بر نمیگیره، فقط ما به چی ضرورت داریم؟ به یک تخم پزیگه که خرد ضرورت داریم. به این ساسپن سیست همراه با این ساسپن که خرد میتونیم که آماده کنیم. اول این را ایج قسمت میگذاریم، بعدش تراشک ما کجاست؟ تراشک این دیم بالا ما نگیست اینجاست. پوست لیمو را هم پوست لیمو را از تراشک میکشیم همین اندازه. این یک طعم بوی بسیار خوبی داره. داخل کاسه اضافهش میکنیم یا ساسپن و مسکه هم ضرورت داریم. به اندازه مسکه را اضافه میکنیم که خوب اول باز روشن میکنیم، به خاطر از اینکه میخوایم مسکه کمی که آب شود. مسکه وقتی آب شد بعدش نوبت میرسه که پس دوباره از حرارت دورش کنیم. وقتی از حرارت دور شد
بعد از اون ما میتونیم دیگه موادش را استرس اضافه کنیم. هم مواد را داخل زیر وقتی که اضافه کردیم بعدش بالای حرارت میگذاریمش تا آهسته آهسته خود برابر کنه، یعنی جور شود. و تا وقتی که این موادش جور میشه داخل داش هم کیک را که ماندیم یا خمیر پای را که ماندیم اونا هم آماده میشه و تا وقتی که آماده میشه یک وقت کوتاه برمیگردیم. با شما هستیم دوستان عزیز و در اینجا در این بخش البته که کان فلاور و یا کاسترد هر کدامش که باشه همراه با شیری که داخل کاسه اضافه کردیم یا داخل سوبال که اضافه کردیم داخل از این مخلوطش میکنیم و همه رقم حال نوبت عزیز بوره رو اضافه میکنیم، پوست لیمو رو اضافه میکنیم و میگذاریمش تا چه شبه آیسته آیسته پخته شود. خب در جیران وقفه که ما این شیرینیکک هایی که به شکل بسیار خوب است یا این کپکیکک هایی که آمده ساختیم اینا آمده شد و الان از داخل قالب کشیدیم به شکل یک شکل بسیار خوبی رو برای خود گرفته و حالا این مواد رو که آمده ساختیم پس داخل از اینا پرش میکنیم. اینجا شروع میتیم تا خود بسته کنه. ما نمیتونیم که دفعتن هم مواد یک جا اضافه کنیم به میخاطر که وقتی کانفلار رو بیا کستر تا داخل شیری جوش اضافه کنی خود بسته میکنه دفعتن و به خاطر از اینکه بسته نکنه باید که همین رقم بگذاریمش برای چند دقیقه و حال نوبت داشت است که پس دوباره داشت روشن میکنیم به خاطر از اینکه برای یک دقیقه دیگه هم ضرورت داریم. وقت از اینکه شیرینی آماده شد ما باید که داخل داش بنمیشیم. داش هم ما به درجه 210 یا 220 درجه سانتیگراد گرم میکنیم به خاطر از اینکه او چی شوه قسمت داخلش گرم باشه و حرارت مستقیم از بالا باید باشه، چرا که ما سفیدی تخم مرغ یا کف جور میکنیم و در قسمت روی کیکاکا یا شیرینی ما به خاطر تزیین آمادهش میکنیم. و حالا ما احساس شیر داغ شده میره و کسترت هم خود بسته میکنه. وقتی که بسته شد همراه با قاشق هم مواد داخل زیاد پر میکنیم خود کمی که سختتر میکنه و بعد از اون از سفید تخم مرغ یک کف جور میکنیم و خلاص. خب حالا کمی که رقم با شورش بدیم تا خود بسته کنه. این زودتر خود بسته میکنه با یک دفعه شیر داغ شد وقتی شیر که داغ شد خود بسته میکنه. فقط منتظر زیمه باشیم تا جوش بیه. خونه از اینکه ایچه ایچه کمکی حرارتش زیادتر است خدا کمکی بسته کرد. ما این را کمکی احتیاط به خاطر ازی میکنیم اگر این را ما متوجهش نباشیم خدا بسته کنه باز کلوله کلوله میشه که ما نمیخواییم کلوله کلوله باشه و میخاطر باید که همه تو مخلوطش کرده بریم. خدا بسته کرد و حال هم رو با قاشق میداریم و
همین رقم همراه با مواد قسمت داخل از اینا را بار میکنیم. بیام آخرش پیش باشه از این ما میتونیم باز هم استفاده کنیم و حالا به خاطر آماده ساختن کف که ما میخوایم یک کف برای شروع کنیم و یک کف بسیار خوب باید که برش آماده شوه و میکسر ضرورت داریم. همراه با میکسر ما میتونیم براحتی کف آماده بسازیم. این هم همون سفیدی تخم مرغی که از دادن باقی مانده بود. وقتی به این اندازه ما مخلوطش کردیم باید یک کمک پودر بوره هم داخلش اضافه کنیم. خلاص کار شد تمام و حال نوبت از این میرسه که امی سفیدی تخم مرغ ما باید در قسمت روی ایشینی که هست رقم آماده کنیم. هنه میرقم همیشه ما باید که قسمت روش را بسته کنیم. اول از بغلا باید بسته شوه. این سفید تخم مرغ وقتی داخل داش بانیم بسیار زود آماده میشه، یعنی بسیار زود خود پخته میکنه که قدر وقت زیادی رو در بر نمیگیره، ولی باید که اول امی چهار تا بغلش مکمل بسته شده باشه. یک دانه دیگه موندک این هم یک دانه آخری گیره هم باید همه تو آماده بسازیم. اینا آماده شد و یک یکی داخل پتنوس میگذاریم. و داخل داش میمانیم. هر وقتش زیاد است و برای دو دقیقه میمانیم تا آماده شود.
خب دوست عزیز، وقتش پورا شد و شینی که داخل داشت بانده بودیم رنگ خود تغییر داد و اینا آماده است. من گفتم براتون که این شینی که آماده میسازیم خصوصا این سفیدی تخمر بسیار زود آماده میشه. این هم شینی که آماده ساختیم و یک دانه دیگه از ایران باشه برای خودم که اول خودم آمدهش میکنم. این رقم هم یک مزه خوبی داره، هم شکل خوبی داره و یک ذائقه بسیار عالی هم داره. ولی شما که آماده ساخته بگذارش کمه که سر شد. خب دوستا، اگر میخواید که غذا بسیار خوب و متنوع را آماده بسازید، شما میتونه که با روبه حتی استفاده کنید. روبه حتی واقعا یک روبه بسیار خوبی است و همچنان لوازم الکترونیکی بیکو فراموش نشه. با لوازم الکترونیکی بیکو شما میتونه یک زندگی خوب و بهتر و یک آشپزخانه مجهز داشته باشه. این بود برنامه امروز. تا برنامه فردا که باز هم در خدمت قرار میگیریم و باز هم غذا خوب آماده بسازیم، شما را به خداوند پاک بنیاز میسپارم. شاد و موفق باشید. مسکه، آرد ترمیده، تخم مرغ، شیر، کانفلاور، بوره و لیمو.